نفر آزادی آزادی. مسافرها میگفتن ولی نمیدونم تا حالا توش چه خبره. نه نرفتم. چند وقت اینجا الان هست؟ میشه بوده 20 سال. مسافرتون تا برج چقدره؟ 500 متر. و 500 متر جلوتر با میهمانانی که داخل محوطه برج آمده اند. اما برای داخل مجموعه برج آزادی تا حالا رفتی؟ نه تا هنوز نرفتی. فقط عکس مثل این مسافر فرنگی و مترجمش. می‌خواستی فقط عکس بگیریم و بریم. در حالی که امروز برج در قالب این مجموعه میزبان فرهنگ اقوام و ملل مختلف جهان است. اصالتش برمیگرده به ژاپن. به اسم عروسک‌های میله‌ای، دست و سرش توسط میله جابجا میشه. از شرق دور هزاران کیلومتر آن طرفتر در آمریکای جنوبی با عروسکانی اصحاب دست. مربوط میشه به آمریکای جنوبی که توسط چوب به حرکت داره. چراغ روشن به سراغ آفریقایی ها می رویم که چشم انتظار ما بودند، شاد و خندان. از نوع نخی از قومیت های مختلف آفریقایی. و باز هم لبخند از نوع اروپایی. دو نوع، دستکشی و نخی. مگر می توان فرهنگ اصیل و نجیب اقوام کهن ایرانی را فراموش کرد؟ پوشش های اسلامی که خانما دارن ایرانی اسلامیه. از آینشون اون جارو که ملاحظه میکنین، ظرف مسی، پولک دوزی، منجوق دوزی، این تزئیناتی هست که رو البسه‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف ایرانی دیده میشه. و نوعی دیگر از عروسک که به سادگی یک قاشق است. چوبی هم. همگی چوبی هم. بله چوبی هستن. بخاطر همین به عروسک قاشق مشهورن. و باز هم آسیا از اسطوره های چینی تا نقاب های رنگارنگ آیینی. و حرف آخر را از این زوج غربی پس از بازدید در جای دیگری از برج پرسیدم. صمیمیتی که از مردم ایران دیدین تا حالا ندیده بودیم. او از مردمی میگفت مهمان نواز و نجیب. عروسک هایی که از اقوام و ملیت های مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شده بیانگر این پیامه که هموطنان ما با اونهایی که عداوت این مردم رو به سینه ندارن راه و رسمشون صلح و دوستیه.